دوستای عزیز سلام، امیدوارم جور و صحتمند و سر و حال باشین هر جایی که هستین. البته باش دوستا بیا کمی بس یک جایی باشین. البته من ویدیو رو سیو میکنم در فیسبوک میمونم شیر میکنم، اما حال اگر بیاییم خوبتر است. خب دلیل لایف آمدن من امیش که چاشت بود، نزدیکای چاشت بود. خیلی از دوستا و علاقمندان مسیج کرده بودن که ما آهنگتان رو در یوتیوب سرچ کردیم هیچ ندیدیم و پاک شده بود بیخی نیست آهنگتان. بعدا ما واقعتا خودم رفتم یک دفعه سرچ کردم که آیا امی هسته نیسته، بعد دیدم که آهنگ بیخی پاک شده هیچ نیسته. بعدا در کارمندای تلو خب زنگ زدیم گپ زدیم که چرا آهنگ پاک کردین و دیلیت کردین. گفتن که اونا را استرایک زدن آقای استاد از دریا بندری، گفتن که استرایک زده آهنگ. و ما نمیفهم موضوعی قدر چی هست که قدر جنجالی شده از خاطر یک آهنگ. و او هم آهنگ ای کاش ما در نام خود زده باشم که و ادعا کنم که ای آهنگ از ما است، ما خودم جور کردیم. اصلا این رقم نیست و ما یک آهنگ تو کیمایی، اگر شما دمی روزا اگر گوش کرده باشین که همین یک هفته پیش ریلیز شده بود، آهنگ تو کیمایی کمپوزیتورش حتی آهنگسازش آقای علی دریاب بندری هستن و شاعرش هم عباس جان یادگار. و ما آهنگ خواندم مثل در تلو میوزیک، یک اونجا خوب برنامه هست اگر دیده باشین دیگه. اونجا ما یک اجرا داشتم، دعوت شدم یک برنامه بود، برنامه تلو میوزیک. خب اونجا آهنگا بازخوانی، همه آهنگا که اونجا میبینین بازخوانی شده است. هیچ کس هم لایف نخوانده، کلان آهنگای قدیمی بازخوانی شده. من میرخم یکی از آهنگای استاد علی دریای بندری را با اجازه خودشان البته ما گرفتم خواندم و امروزنا گفتم که این آهنگ از آقای الدریاب کمیسو بگیرین از آقای الدریاب بندری است دیگه. معنی را میخوانم، اونا هم قبول کردن که بسیار آهنگ شیرین است، بسیار قشنگ است دیگه. ما هم می رقم خب بالای کار ازی شروع کردیم که آدیویش جور کردن و ویدیویش یک شب و بسیار زحمت کشیدیم بسیار زیاد در کابل. البته خب خیلی ها در یه چیز برخورده کنه، چرا آهنگ دزدیدی یا دنام خود کردی. من دوستای عزیز من یک چیز بگم که من اصلا اول خب یک آهنگی که بگیرم با اجازه شان میگیرم و دوم خب بخوانم چی کنم. اصلا این هم من خودم بلد نیستم که او را دنام خود کنم یا بگم ای از من است. من اصلا سطح موسیقی من یعنی نمیشه که مقایسه کرد من و آقای دریاب بندری را، چون اونا عمرش در موسیقی تیر شده. و گفتم امون رقم طبق برنامه ما یک آهنگ بازخوانی خواندم و بعدا خب آقای دریاب بندری که بسیار من امرایشان چی هستم دوست هستم، امون رقم ما چند روز پیشش برایشان مسیج کردم که استاد جان ما اگر میشه بریم یک کمپوز جور کنین بسیار خوشحال میشم دیگه. گفت سعیستم، من مقصد کمپوزیتور نیستم، من گفت جور میکنم، مقصد تو بریم شعر روان کن. من برایشان شعرم روان کردم، گفتم استاد اگر وقت تانستین یکان آهنگ جور کنین با ما بتین. باز گفت خوب است سعیسته. چند روز بعدش من برایشان مسیج کردم که استاد امی آهنگ ما در تلو میوزیک میخوانم و آهنگ تو کیمایی تان را ما در تلو میوزیک میخوانم دیگه، امیره با اجازه تان ما دیگه خواندیم، یعنی رقم مثلا یعنی میخوانم. باز گفتن که مشکلی نیست، فقط اگر نام ما را معرفی کرده باشین هیچ مشکلی نیست، من بسیار خوشحال میشم. بعدا میبینم که اولین روزم این شکایت ها نبر آمده، یعنی از آهنگ یک هفته میگذره، یعنی آهنگ یک هفته میگذره از او بعد آمده شکایت کرده که آهنگ ما را بدون اجازه ما خوانده و دزدی کرده و یک سرقت ادبی میگه چی میگه یک لقب ما را. خب یک لقب سر ما مانده که حالا هر کس مسیج کنه، هر کس مسیج میکنه سلام دزد نمیفهمم چی. من در این چیزا البته خم نمیشم و خم نشدیم، اگر خم میشدم این قصدیر من شاید در این جایگاه نبودم دیگه. امروز هم خبر شدم که استرایک زدن آهنگ، استرایک بزنی آهنگ دیگه دلیت میشه.
و من whatever مشکل ندارم. یعنی یک اتفاق ناخوشایند بود که افتاد، شاید از بی تجربگی ما بودن و ما گفتم که ما یک پست ماندم بخی چیم کردم، بخششم خواستم، گفتم اگر استاد یعنی از دلتان نخواندیم، اگر غلط خواندیم بعضی جایشا ببخشین. و یک ما میتونین ببینین پست که ما یک پست ماندیم گلاو شکایت خوب زیادش. ما چیزی گفته نمیتونم چون آهنگ از خودشان است و ما هم البته اجازه گرفتیم خواندیم. ما یکی دیگه که ما دنام خودم آهنگ نزدیم، بیخی گستاخی کلان است که ما کمپوز یک نفر دیگر دنام خود بزنم. گفتم قسمی که هنرمندای دیگه در آهنگ در طلوع موزیک یک اجرا داشتن، ما هم می رقم یک آهنگ مثلا آقای علی دریا بندری را بازخوانی کردم. ما نگفتم که این آهنگ از من است، شاعرشم ما بودیم، نمیفهم اما موسیقیشم ما رنج کردیم. نامشانم، نام شاعر حتی ما در دیسکریپشن طلوع موزیک گفتم که اونا رو بزنین، یعنی نام خودی خواننده رو بزنین که زده بودن، نام خود شاعرم هم زده بودن. البته ما چنین انتظار نداشتم از استاد علی دریا بندری. گفتم که ما بسیار احترامشان دارم و همیشه بسیار آهنگایشان رو میشنوم دیگه، برای ما افتخار هستن. ولی خب امیرقم بعضی دوستا پیدا میشه که میگوین یک چیزی